دادگاهی در بحرین برای 23 شهروند این کشور احکام اعدام، حبس ابد و سلب تابعیت صادر کرد. طبق اعلام احمد الحمادی رئیس کمیته جرایم جنایی در بحرین، چهارمین دادگاه عالی جنایی یکی از متهمان پرونده به گفته او تشکیل گروه تروریستی را به اعدام محکوم کرد. این دادگاه بحرینی مدعی شد که این فرد یک افسر پلیس و یک غیر نظامی را به قتل رسانده و به بمبگذاری استفاده از مواد منفجره و اسلحه برای اهداف تروریستی جمعآوری پول برای یک گروه تروریستی و دعوت به تجمع و آشوب دست زده است طبق تصمیم دادگاه 22 نفر از متهمان همین پرونده هم به حبس ابد و سلب تابعیت و دو نفر از آنان به پرداخت 200 هزار دینار بحرینی تقریبا 520 هزار دلار آمریکا محکوم شدند دادستانی بحرین ادعا کرده که این افراد مسلح یک باند تروریستی برای ساخت مواد منفجره و حمله به نیروهای پلیس تشکیل داده بودند چه ذکر است با های مختلف سازمان های حقوق بشری فعالان شیعه در بحرین پس از اخذ اعترافات تحت شکنجه به انواع جرم ها در دادگاه های این حکومت محکوم می شوند بحرین کشوری در حاشیه جنوبی خلیج فارس است که اکثریت غالب جمعیت بومی آن را شیعیان تشکیل میدهند، اما توسط خاندان سنی مذهب آل خلیفه اداره می شود